جرمی لارنس، سخنگوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، در واکنش به شلاق زدن ده‌ها نفر توسط طالبان در ولایت سرپل میگوید که این گروه باید فوراً مجازات بدنی شهروندان در افغانستان را متوقف کند. در ادامه به گزارش همکارم که در رابطه با واکنش‌های صورت گرفته نسبت به این اقدام طالبان تهیه نموده توجه فرمایید. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد چهارشنبه شب 16 خرداد در بیانیه‌ای به نقل از جرمی لارنس، سخنگوی این شورا، نوشته است که طالبان در ولایت سرپل 48 زن و 15 مرد را به اتهام فرار از منزل و جرایم اخلاقی پیش از تکمیل دوره محکومیتشان در زندان با حضور صدها نفر در ملأ عام شلاق زدند. وی افسوده است تنبیه بدنی نقض آشکار قوانین بین المللی حقوق بشر است و افغانستان عضو کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها یا مجازاتهای ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. به گفته سخنگوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، زنانی که در ملأ عام به خاطر ارتکاب جرایم اخلاقی مجازات می شوند، پس از این مجازات‌های بدنی در معرض خطر افزایش خشونت از سوی خانواده و اجتماع خود قرار می گیرند. این نهاد بین المللی همچنین از طالبان خواسته است تا حق دسترسی متهمان به دادگاه عادلانه و وکیل مدافع را فراهم کنند. این در حالی است که پیشتر ریچارد بنتس، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در امور افغانستان نیز شلاق زدن افراد توسط طالبان در ولایت سرپل را محکوم کرده بود. بنت روز چهارشنبه 16 خرداد با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس این اظهارات را بیان کرده است. او خواستار متوقف شدن این گونه رفتارها از سوی طالبان شده است. این اقدام طالبان واکنش‌های زیادی را به همراه داشته است. پیش از این دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما از طالبان خواست که به تعهدات بین المللی حقوق بشر احترام بگذارند. گفتنی است که طالبان روز سه‌شنبه هفته جاری 52 نفر از جمله تعدادی از زنان را در ورزشگاه ولایت سرپل در ملأ عام شلاق زدند. طالبان نزدیک به 3 سال گذشته ده‌ها شهروند را در ولایت‌های مختلف به اتهام‌های گوناگون در ملأ عام شلاق زده است و این گروه همچنین برخی از متهمان را اعدام کرده است. نهادهای حقوق بشری و سازمان ملل بارها از گروه طالبان خواسته است که مجازات اعدام و هر گونه مجازات بدنی را به صورت فوری متوقف کند، اما طالبان تا کنون به درخواست‌های بین المللی اعتنایی نکرده است. عبدالله سرحدی، والی طالبان در بامیان، اخیراً گفته است که طالبان جامعه را با قصاص و قطع عضو اصلاح می کند. در این خصوص همراه هستیم با آقای مظاهر رئیس‌زاده، پژوهشگر مطالعات منطقه‌ای جنوب آسیا از آنکارا. سلام و عرض ادب. آقای رئیس‌زاده، اجازه بدید مستقیما به سراغ اصل مطلب بریم. سوال من این است که تحلیل شما از این گونه اقدامات طالبان چیست و آیا با توجه به گستردگی دامنه محکوم نمودن این اقدامات طالبان، امیدی در تغییر رویکرد طالبان در این زمینه وجود داره؟ تشکر. سلام و وقت بخیر خدمت شما و همکاران شما. ببینید، ما طالبان متاسفانه چند نقص بسیار عمده را داره که اینا نتوانستن در مدت به آمدن از اینا تاییم داشت و این خانین ها را کنید. یکی شیعی است که طالبا هیچگاه نتوانست در افغانستان ادغام شود در جامعه افغانستان، در جامعه محلی، اقوام مختلف، مناطق مختلف، جغرافی های مختلف و همچنان با فرهنگ و عادات مختلف هیچ وقت طالبا نتوانست خود هموار بسازه. این یک مشکل جدی برای طالبا. مسئله دیگر، مسئله یک مثال مهم است، نبود قانون اساسی و سایر قوانین در افغانستان.
طالب و از وقتی که از سال 2021 در افغانستان حاکم شده تا هنوز 20 گونه قانون اساسی که اینا بتونه بر اساس عمل بکنه و بر اساس پیشگیری نداره. بسیار یک مثال ساده و عادی میتونم بگم که یک عسکر طالب خودش هم قاضی هست، هم دادگستر و دادستان و هم شهردار و هم سرباز و هم آمر پلیس. خب این با یه خصی نمیشه که تو در جامعه یک نظم را بپا بکنی. مسئله دیگه مسئله عقده های ایدئولوژیکی و عقده های قومی طالبان. طالبان تحمل پذیرش همدیگر و سایر اقوام افغانستان را ندارد. در مناطق مثل بامیان، در مناطق مثل سرپل، دایکندی و سایر مناطق ما میبینیم که روزانه ده ها فرد از جانب نیروهای طالبان آزار و شکنجه میشن و نام های مختلف به عنوان های مختلف اینا مورد قتل صورت میگیرن، اینا گم میشن و حتی جسد اینا پیدا نمیشن. مسئله دیگه که بسیار مهم است که عدم پایبند بودن طالبان با معاهدات و قراردادهای بین المللی است. طالبان هیچ گونه قاعده بین المللی، هیچ گونه کنوانسیون و قرارداد بین المللی، چه از لحاظ حقوق بشر، چه از لحاظ سایر موارد سیاسی، طالبان قبول ندارد. طالبان از خود شیوه تنفر چی را داره؟ گسترشی را داره که محور اینا تنفر خود را به مردم افغانستان می‌کنه. این خود بیگرانی حل می‌ده. خود بگی چند زنی که بیرون رفتنش ممنوع هست و را بگی در ملای عام شلاق بزن، این نه یک از لحاظ انسانی قابل قبول است و نه از لحاظ اسلامی. خب نه از لحاظ معاهدات و کنوانسیون های بین المللی. از این لحاظ متاسفانه طالبان این کمبودها و این نواقص دارد. بله. اما امیدی که امیدی در تغییر رویکرد طالبان وجود دارد نداره. اینو من واضح بگویم که طالبان از بعد به برمیان آمدن سال 1996 تا هنوز هیچ گونه تغییری در ایدئولوژی زنا و رفتار زنا وجود ندارد. بله. توانستن که از جوانب مختلف از لحاظ رسانه های ملی و بین المللی، از لحاظ مدیاها خود یک سفر نمایی بکنن. اما طالبان همون طالبایی هست که آمدن مردم هزاران، مردم شیعه را در مزار شریف 3 روز 11,000 نفرشان کشتن، قتل عام کردن. در مسیر راه هزاره ها را ربودن، هزار شیعیان را قتل عام کردن و همون کردن. در صورتی که طالبان میتونه تغییر بکنه که نظام سیاسی تغییر بکنه، طالبان کسی که ایدئولوژی طالبان را قبول داره، خودشان را قبول داره، دولت اون منطقه بودن طالبان هم خدایی بکنه. دیگه مردم افغانستان طالبان را قبول نداره. و تغییر هم در ایتر بزنم. ما میبینیم که با این که بسیار همکاری نزدیک با سازمان ملل و کشورهای غربی داره، اما از طرف جامعه افغانستان، از طرف مردم افغانستان، از طرف سایر احزاب که نقش و قدرت داره در افغانستان پذیرفته نشده. و این قوم در نظر طالبان هیچ گونه تغییر نه در ایتر بشه نه سیاست آورده نمیتونه. از شما سپاسگزارم. مظاهر رئیس‌زاده، پژوهشگر مطالعات منطقه جنوب آسیا از آنکارا.